این شیارهایی که میبینید شیارهای عبور رزمندگان هست که پاکسازی شده و کامل مشخصه که محل عبور رزمندگان بوده و این هم که دقیقا مشخصه خطر مین، چون دقیقا اون طرف که میبینید اصلا پاکسازی نشده و بکر رو دست نخورده هست و علی رغم این که من خیلی دوست دارم یه تابی همه طرف بخونم ولی رعایت میکنم و نمیرم. منطقه یه عملیاتی بر فجر 1. از خطی که نوشته بود خطر انفجار مین من رد شدم، الان دارم روی اینجا را میرم و این تپه ها که شاید علاقه داشته باشم روش برم این کارو نمی کنم، چون که نشانه های از سیم خاردار دیدم و باز احتمال داشتن مین هست. اینجا که دارید میبینید شیار داره، پس مشخصه که ادوات زرهی از اینجا رد شدن و رفتن به قسمت پایین. اینجا رو بهش میگن زوارزه، یعنی هم دارای پستی و بلندی هست و هم خودروهای زرهی کم میرن داخل. این چیه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. یکی از بقایای تسلیحات اینجا کاملا پاکسازی نشده افتاده اینجا. برمیخوره که تو مایه های RPG باشه. من اینو به همین شکل، خیلی جالب بود، کاملا به صورت اتفاقی این رو سر راه هم دیدم. حتما چیزهای دیگه هم هست. خیلی جالبه. بله یکی دیگه هم پیدا کردم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اینجا بعد از خط قرمز عبور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خدایا رفتیم رو این دیگه حلال کنید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین. خدایا اینجا دقیقاً رو میدونه مینه. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. اینم یکی دیگه که بیارمش عقب. یا علی. خب اینم دومیش، بذار ببینم همین جوری بریم تا این. ببینید اینا از بقایای تسلیحاته که دقیقا مشخصه، نمیدونم تو دوربین من اینا مشخص هست یا نه، کامل اینجا مشهوده. خب سلام به همه. این یک سنگر کوچکی هست که حالت جامپناه داره و از نوع ساختش میشه فهمید که ایرانی ها اون رو احداث کردن. من الان اومدم داخلش که جلوی من کامل خاک عراق هست و کاملا هم دست نخورده، تمام تسلیحات مین و غیره کامل درش مشخصه. ضد خودرو یا ضد تانک الان دقیقا جلوی من هست که البته مشخصه این بچه های تخریب اومدن و خونساش کردن. ببینید اینجا رو، این یک دشتیه که این نشان دهنده از اینه که اینجا مین داره و ممکنه که حالا تعدادیش خونسا شده باشه. ولی ببینید این چوبا رو، نمیدونم این چوبا رو فکر کنم گذاشتن که یعنی کسی آخان. ببینید یه گلوله خونپاره جدید پیدا کردم، برم به سمتش. اینجا این چقدرم خاک زیر پای من نرمه و من با احتیاط. ببینید این گلوله خونپاره 60 و این چوب ها، احساس من بر اینه که این چوب ها رو گذاشتن که جلوتر کسی نره، که اینجا منطقه آلوده به مین هست. خونسا شدن این مین ها نباید آدم رو گول بزنه که
مثلا اینجا خونسا شده. حالا جالب اینه که خودم دارم اینا رو میگم ولی خودم دارم همجور تو منطقه میرم جلو. ببینید همجور دارم تو عمق آروم آروم. و ببینید اونجا هم باز یه سری تسلیحات ریخته که فکر نمی کنم تو دوربین من پیدا باشه. خب به نظرم دیگه نرم جلو. اوه اینجا چقدر سلاح ریخته. میگم نمیرم جلو ولی بازم میرم جلو. وای چی بود خورده فقط؟ فکر کنم بعدا از این صدای من کلی بخندید. ببینید بله اینجا خیلی آلوده است. آلودگیش خیلی آلوده است. یعنی اینجا دقیقا مشخصه که منبعی از مینه. و بنده با اجازتون بحر میکردم از روی این تپه جهنمی. اینم خونپاره. اینم گلوله. ببینید من دقیقا رو تپه ما. ببینید این سیب خاردارا رو. ببینید اینم گلوله این خونپاره که قطعا در دوربین من پیدا هست و سالمه سالمه. مشخصه این عراقی ها فرصت نکردن از این استفاده کنن از این خونپاره ها و سری یا کشته شدن و یا اینکه فرار کردن. چون قالب سلاح و مهماتی که اینجا هست سالمه. اخ همه چی هم میگیره به این پرپاچه. ببینید این پوکه های توپ و چیز هاست و این هم این. ببینید مثلا این بشکه هست اینجا. نمیدونید بشکه یه فوگاز بوده چی بوده اینا مشخص نیست. خب ما از این طرف تپه اومدیم که خدا کنه که این طرف مسئله ای نداشته باشه. ببینید اینا شیارها هست که میخوره به این جاده ها و اینجا هم چقدر. ببینید فکر کنم این جایی که رفته تو از اینجا پیداست. احتمال داره که یا اینکه گلوله خورده اینجوری رفته داخل یا اینکه نه حیوانی اینو مثلا کنده اینا رو به صورت همجور قارقار در آورده یا اینکه مثلا مینی چیزی بوده گروه های خونسازی اومدن و اینا رو حفر کردن و اینا رو کشیدن بیرون. خب بریم در جای یه قمقمه دیگه پیدا کردم. فور واتر اونلی. خیلی خوب یعنی فقط آب بخورید. don't apply county همچی چیزی td open flame or burner plates چیزی مبنیه که ساخته کجاست روش ننوشته. این هم یه قوم کنه دیگه. ببینید اینجا یه سیم خاردار حل قوی افتاده و یک سنگر منهدم شده و اینجا ببینید اینجا یه فانوسخه هست و جعبه های مختلف مثل حالت کنسرو و مثل مین و اینا کامل. ببینید در این شیار که اون طرفش هم به همین شکل هست اینجا ریخته شده. خب من میخوام که ببینم این یه فشنگ کلاش هم اینجا پیدا کردم. تهش رو ببینم نشانی از ایرانی یا خارجی بودنش. میدونید اینا به نظرم عراقیه چون که این فشنگای ایرانی معمولا یا 1980 چقدر جاله دقیقا مال اون اوایل جنگه. چون که این فشنگای ایرانی یا پشتش آرم شاهه آرم تاج یا این که خب اینه خوبه ببرمش عقب که این بچه های بسیجی و زوار که میان دوست دارن اینا رو ببینن. اوه چقدر اینجا فشنگ ریخته. انواع فشنگ دوشگاه فشنگ تیربار اینجا سنگرهای عراقی ها بوده. هیچ جوری انرژی ها کثیفه. خب
خب من اومدم روی این منطقه، روی همین جا. ببینید، نگاه کنید فشنگ‌ها رو، فشنگ‌ها سالم. ببینید پوکه یه تیره دوشگاه هست. ببینید این فشنگ‌ها رو سالمه، سالم شلیک نشده. خب این قوطی رو من ترجیح میدم کنارش نرم، البته خالی و قوطی کنسرو، قوطی های کنسرو عراقی ها هست. ببینید سیم خاردارا این قوطی ها. چرا میگم نزدیک قوطی نمید بشیم؟ چون خیلی شبیه مین M1 ضد نفر آمریکاییه. ببینید اینا رو تپه ها که میخورده به این شیارها، سنگرهاشونو درست کردن و خیلی جالبه. شیشه هایی که من دارم مثل بطری میبینم اینجا، مثلا نمیدونم اینا کی اینجا اومده. ببینید الان مثلا این سرش بیرونه، حالا این چی هست خدا میدونه. و منم به نظرم که از اینجا آروم آروم فاصله بگیرم، چون خاک زیر پام خیلی نرمه. یه سنگر خیلی بزرگی از عراقی ها پیدا کردم، میخوام برم سر وقتش. ولی اینجا خیلی هم تسلیحات وجود داره. بازی خون پاره 60 پیدا کردم. ببینید فقط این نگاه کنید، یه خون پاره 60ه، چاشش هم قشنگ سر جاشه. بله یکی هم اینجا هست آرژیه. خب میخوام برم روی این تپه، روی سنگر عراقی ها. فقط خیلی زیاد میترسم از اینکه میدان مینی وجود داشته باشه، چون که سیم خاردار وجود داره. کنار سیم خاردار معمولا میدان مینه هم وجود داره. ببینید اینجا همش سیم خارداره. کلا اینجا رو ببینید کامل بستن. و من به نظرم چون که تنها هستم، هیچ کس الان کنارم نیست و اگر اتفاقی افتاد کسی نیست که حتی بتونن منو پیدا کنن که بخوان بیان منو برگردونن عقب. اینجا حالا من روی یک جاده، خیلی هم جاده در جاده هست و سنگرهای عراقی دو سه تاست که کاملا منهدم شده. خب به نظرم میاد که از یه راه دیگه ای برم به اون سمت سنگ. بسم الله به خدا قسم الان دقیقا روی میدونه میرم. منصرف شم بهتره، چون که این سنگرهای عراقی دور تا دورش همه مینه. این سنگر توی راه من بود الان که همین منهدم شده و این RPG عراقی ها هست که اینجا مونده و من مسیر رو باز ادامه میدم میرم به سمت یه سنگرها. یه فشنگ هم اینجا افتاده. آهان بله درسته. ببینید اینجا چند تا سلسله سنگر بوده. ببینید این سنگرها RPG هاشون اینجا افتاده. من از سمت سنگر برم فکر کنم بهتر باشه. از همین راه برم. بسم الله. یعنی اصلا نمیدونم کجا هستم الان، کجا دارم راه میرم. اصلا خبری از این میادین مینش ندارم. این چیه؟ مینه؟ یه چیزی دارم میبینم، برم سمتش ببینم چیه. نمیدونم چیه، یا مینه که زده بیرون یا یه چیزی توی مایه. خب بازم الان اصلا تو جاده نیستم، همجور تو بین این تپه ها هستم. گشتم به سمت جاده که فکر میکنم همچه زیادم البته امن نیست، چون که در پوشه اینا اینجا هست. نمیدونم دقیقا اصلا این جاده ها امن هست یا نه. اینم باز یه سنگر دیگه. یه چیز جالب پیدا کردم، یه قمقمه شکسته. ببینم که جریان
جب قمقمه هم بوده. خواه میدید ایران، ببینید اصلا شاید آدم ببینه شاید یه شهیدی پیدا کنه اینجا. آرمان جمهوری اسلامی میدین ایران، نمیدونم مال کی یا از کی افتاده اینجا، اصلا به نظر من مشخص نیست. خیلی جالبه. من راه رو گم کردم. مقر ما که این جلو هست، جاده هم جلوی منه، اما حالا من چه جوری باید برم به جاده برسم؟ این یکم این جای بحث داره. طبیعتا نمیتونم همینجا نزدیکترین راه رو بگیرم برم از جاده بالا، چون که نزدیکترین راه همانا، آره همینجوری هم مردن همانا. روباه چقدر قشنگ، روباه مدن از جلوی من رد شد. خب بریم دنبال روباه. یک RPG سالم پیدا کرد. راهی که من دارم میام همین جور این تسلیحات بکنید همین جور ریخته شده. اوه 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 اوه، تو چی هستی؟ تو که یه مینی، حالا خونسار شدی یا همین جوری سرت بیرونه؟ خیر ببینم از این برش برم. ببینید تمام این تپه مثل این آثار باستانی همین جور این قطعات ریخته شده. ولی یه مینم اونجا هست دارم میبینم، مینه والمره. بذار برم بالا سرش. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله اینا به نظرم میاد که آخ 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 نگاه کنید ببینید جاش اینم خودش. نگاه کنید مینی چه چیکار میکنه اینقدر؟ یعنی واقعا من الان دوباره اومدم رو میدومین. ببینید دوباره یکی دیگه همینجاست. بله من الان روی میدونه مینم، درسته. نگاه کنید این مینش، اونم والمر سرش. و من دنده عقب بگیرم، عقب نشینی کنم از این میدان و راه رو باز به سمت جلو ادامه بدم. ببینید اینجا یک کانال یا شیاری هست که مشخصه مربوط به زمان جنگ هست که این جاده روی سرش هست و این سیم خاردارهایی که کاملا واقعی از همون دوران جنگ داخلش هست و به نظر من قطعیتی از این که اینجا حتما آلودگی خیلی زیادی داره. رفتم آوردمش بالا. میبینید سرش کامل سر جاشه با چاشنی. ببینید زامن و سرش کامل سر جاشه، زامن ببینید همه چیش سالمه سالمه، منتها شارژ ندارن. آوردمش بالا. من الان مجبورم که همین جوری برم جلو بدون اینکه بدونن کجا دارم میرم. ببینید اصلا اینجا راهی مشخص نیست و من دارم چون راه رو گم کردم به همین شکل علالله میام جلو، چون که مشخص نیست چون کجاست. خب سیمکار دارم رو پیدا کردم اینجوری. بازم یک سنگر کمین دشمن که اینجا خیلی جالبه منطقش. یک مین ضد نفر اینجا هست که خونسا شده با گلوله های خونپاره سنگین، کاملا مشخصه. چی؟ کارتریج BPD 8-6M. بله گلوله های خب اینجا باز کلی فشنگ ریخته شده.
پوچه RPG و توپ. سیم خاردار مشخصه که اینجا یک سنجر خیلی جانانه عراقی ها بوده، باز پوچه ها هست و خرج و اینجا که کمی زمین نرمه. اوه این چیه؟ ما داریم دوباره رو میدونه میریم، همه جوری میریم جلو بی هوا. فکر نمی کنم تا پایین بریم ببینیم چه خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. بله ببینید، انواع تسلیحات کامل اینجا ریخته شده. یه نارنجک هم دارم اون پایین میبینم، نمیدونم توی دوربین من پیدا هست یا نه. خب اینجا باز یه پوکه دیگه افتاده و همین جوری به همین منوال ما مسیر رو ادامه میدیم. اینجا که دارید میبینید اینا شیارهای زمان جنگ هست و کاملا واقعی، شیارهای زمان جنگ. بله دقیقا من دارم ردیفی از مینها رو میبینم. مرز عراق هست. به به به، یه مین والمره کامل بزرگ زده بیرون. سعی دارم نزدیکش بشم. یه چیزی هم الان اینجا هست، حالا نمیدونم چیه. یا علی، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی آقا، آره این چیزی خاصی نیست، درش بوده افتاده. خب برم نزدیک اون میدان اصلیه مین بشم با رعایت کامل احتیاط. خیالتون راحت باشه، انشالله که موردی پیش نمیاد. اینجا الان احساس من بر این هست که مین رو دارم کامل جلوی خودم میبینم و راه دسترسی بهش همین راهه که به خاطر اینکه تنوادن شماها رو بسم الله الرحمن الرحیم نلرزونم، انشالله که نزدیکش نمیشه. چی بود گرفته پای من؟ هشدار به این جانب که بیشتر از این جلو نرم، نمیدونم دوربین من میگیره یا نه، ولی مینها کاملا از زمین زده بیرون، مینهای والمره بسیار بزرگ. خب من رو همین شیار حرکت کنم خیلی بهتر هست و خیلی دوست دارم جلوتر برم. اگر که دستگاه داشتم جلوتر میرفتم، ولی مادر جلو نمیرم. خیال ماما مادران و همه دوستان راحت باشه. خیلی دوست داشتم که از این جلوتر میرفتم، ولی به هر حال مین نامردترین پدیده جنگ هست، حتی از بمب شیمیایی بدتر. اینجا سیم خاردارها کاملا مشخصه جلوی من، سیم خاردارهایی که زده بیرون و الان دقیقا میدونم که روی میادین مین هستم که تقریبا پوشیده شده اینجا از خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. دارم همینجوری از روی میدان مین میرم جلو. فکر نمی کنم که اینجا خطری داشته. یا ابل فضل، یا خدا، ببینید جلوی من چیه. دقیقا میدان موانع اصلی. یا برمان راه مین، اینجا اصل میدان مین منطقه عملیاتی ورزش یک هست. من به آرامی دارم برم جلو. ببینید من الان داخل خاک عراقم و اون خط زرد که نمیدونم تو دوربین پیدا هست یا نه، این طرف خطوط ماست. یعنی من الان دقیقا داخل خاک عراق هستم و دارم همجور روی میدان میام جلو. خب ببینید سیم خاردارها و موانع عراق به صورت کاملا مشهود مشخص است، کاملا مشهود.
شیارها خطرناکه بری، چون ممکنه که آب شسته باشه. حالا تا اینجا رو ما به همین منوال بریم جلو. ببینیم ایشون چیه که از خاک زده بیرون. اینجا حلقه شده. بله، یه مین ضد تانک الان دقیقا جلومه، نمیدونم. خب اینجا سیم خارداره، جاک سیم خارداره. بله. الان یک فشنگ سالم. خب احتمالاً فشنگ آرم الله روشه. فشنگ آرم الله فکر میکنم روشه. بازم باید برم بررسی کنم. یا ارحم الراحمین خدا، یا دقیقا وسط میدونه مینه. نگاه کنید مینو میبینید؟ دقیقا مینه ضد خودرو یا مینه ضد تانک. این سیم خاردار جلوی منه، که یعنی من حالت بله. اینجا هم سیم خاردار. نه، اینجا کامل ادوات مشخصه. دقیقا من در عمق خطوط مینه. این مین کاملا واقعی، کاملا این مین زده از خاک بیرون. البته این مین چون مینه ضد خودرو یا مینه ضد تانک هست با من کاری نداره، ولی خطرش اینه که مینهای ضد نفر پنهان دورش به صورت فریب جمع شده. قشنگ مشخصه. خب خداوند متعال، من دقیقا روی میدان مینم. عجب مستند قشنگی شد، مستند میدان مین. وقتی که اینجا مین به این بارزی وجود داره، پس یعنی الان ممکنه زیر پای منم مین داشته باشه و من برمیگردم. خب دارم میرم به سمتش. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله یا ارحم الراحمین. خب بله، البته به نظر کلاهک نداره. بله خب اینجا بریم. خب کلاهک نداره. سین چی هست؟ خاک زیر پام نرمه، خاک خیلی نرمه. شون چی باشن؟ چیزی نیست. بله، در اینجا
بسیار بازم پیدا کردیم، بازم پیدا کردیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله در این شیار بازم پیدا کردیم. حالا خیلی جالب هست که یه چیزی مثل دکمه هم اینجا پیدا کردیم. دکمه نمیدونم جریان این دکمه چیه، مثل این جریان تفحص شدیم ما. من خودم به علت نور زیاد مانیتور دوربین رو نمیبینم. این هم از این یه دکمه که احتمالا دیگه مالی بنده خدای هست دیگه. حالا یا اینه که ایرانی بوده است و یا اینکه عراقی، ولی به نظر من ایرانیه. خب ما همین شیار رو باز ادامه میدیم. دوباره دو تا چیز پیدا کردیم. یا ارحم الراحمین. بله میبینید مینا رو که زده بیرون. اینجا بله اینجا کامل مینداره. نمیدونم مشخص هست یا نه. سری خودش کنده شده. سری خودش هست. چه کنده شده افتاده اون طرف. اینا احتمالاً یا اینکه خونسا شده یا اینکه باد و بارون اینا باعث تغییراتی در جریانات اینا شده، سیلاب و غیره. خب آروم آروم بریم. سر وقتش بذارید من دور بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمین هست و این هم سریش. یا علی یا ارحم الراحمین. به این شکل ولی اونو ترجیحاً درش نمیارم، چون اگرم این خونساش کرده یه بند خدای قبل از ما و سریش رو انداخته اون طرف، خودش قطعا داخل زمین هست و تولید خطر داره. باز برگردیم اقام. اینجا بازی سری مینم اینجا افتاده. حالا ما یک کمی شیطنت کنیم جلوتر بریم. زمین اینجا زیر پای من سفت‌تره، رمل بودنش کمتره. یکی دیگه پیدا کردم نمیدونم چیه. خب هرچی هست داخلش توی زمینه، یعنی واقعا من الان رو میدونه میرم. یعنی من الان دقیقا اینجا کامل مشخصه. این سرش ما اینو اردیم بالا، نمیدونم رو کنده شد کندیمش چیه. تا من یه زمین بکنم ببینم دورش چیه. نمیدونم این که الان داخل زمین هست به چه شکله. بله مار پیدا کردم. مار یو دومشه ببینی؟ بله ماره. ها؟ ماریه؟ دومشه دومشه ببینی؟ ببین خودشه؟ دست بکن برشه ببینی؟ آره ماره. چشمای من نمیده خلاصوص ماره. دست به این دومش بزن ببین حرکتی تکون. نه ماره. ماره؟ مار. نه ترس، دست به دومش بزن خودم بزن. نه ترس ما خوابیده کجا. بله ماره. اینجا یه چیز جالبی پیدا کردیم. یک بزمجهی چیز کوچولویی. خب بنده علاقه دارم که بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکش بشم. آخ فرار کرد، رفت آخر.
دریامات رو ببینی. خیلی جالبه. اولیش یک تیر سالم دوشگاه. یه تیر سالم دوشگاه است. ببینید سالمه، سالمه. یا علی یا علی، چقدر اینجا فشنگه. کمتر همشو بردارم ببرم که کاملا فشنگ ها اینجا ریخته. فکر کنم که اینجا یک سنگر کامل بوده. دقیقا اینا دست نخورده هست، دست نخورده. نمیدونم این چیه، اینا چیه. خدا کنه فقط مینا اینا نباشه اینجا. اینا دیگه چیه؟ آهن پاره هست. حالا یا سنگری بوده که منهدم شده، باوو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 و
نمیبینم این دور دوربینا درست نمیبینم. اصلا مشخص نیست پشتش چی نوشته. اصلا مشخص نیست. البته من به هیچ کس تحت هر شرایط توصیه نمی کنم که به اینجا بیاد و اینا رو ببینه. پوکه هم ریخته، به غیر از فشنگ پوکش هم ریخته. چی شده این؟ تحلیل من بر اینه که هر شخص به این عقب نشینی کرده با سرعت تمام احتمالاً تسلیحاتش دوباره پیدا کردیم. ببینید دقیقا اینجا مشخصه تجمعی از نیرو بوده، بیشتر زنگ زده، هم مرمی هست هم خوده، ولی بیشتر اینجا مشخصه. و ببینید اینجا رو کامل این گلوله ها سالم بکنید. ببینم این بر ببینید مال تیر باره، چاشنش دقیقا پشتشه، چاشنش کنده شد. ببینید چاشنش رو کنده، داخلش دقیقا اون مهماتش هست. من خالی میکنم که ببینید، نگاه کنید، دقیقا این مهماتش خالی کرد، باروتش کامل خالی شد. ببینید چاشنی کنده شد، پشت چاشنی هم هست، نگاه کنید چاشنش رو کنده، این مهماتش خالی شد. بعد که تار خاصیتش گذشته و دیگه نمیشه. خدایا فکر میکنم که این بچه های بسیج بیان خیلی دوست داشتن بیان رو جمع کنم برای پایان بسیجشون ببره. خب این هم ببریم، من ببریم اونجا نظریم و ببریم کیسه باید به خودم ببردم اینجا رو پاک ساز کنم ببرم برای موزه منطقه والفجر یک. شست میلیمتری سالم ساله قشنگ با چاشنی. خدایا نمیدونم، آخ این از دستم افتاد، آخ مین از دستم افتاد،
نگاه کنید، یکی اینجاست، یکی اونجا. شارژ باتری تمام شد، برگردم عقب برای شارژ. سلام به همه، اینجا تک و تنها توی بیابون و همین چند تا چراغ. فکر میکنم بالاخره تنهاییه و فکر و بیابان کامل، سکوت محض، یه بیابون کامل. ماییم و این مینهایی که دور تا دور ماست. یه کمی هم موسیقی بی کلام یانی رو گوش کردم که خیلی آرامش بخش بود. یک کمی دعا خوندیم، یک کمی فکر کردیم. بالاخره اینم شبیه و خاطره ای، تک و تنها در این منطقه، منم و بیابان کامل. خدا رو شکر. از سراحی فکه دارم به محل یادمان فکه میرم، تک و تنها. ببینید هیچ کس نیست، هیچ ماشینی نیست. فکر میکنم تا اینجا بوده یه 5-6 کیلومتری من پیاده اومدم. ببینید هیچ کس نیست. پول پشتی رو انداختم روشونم و خیلی هم سنگینه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا منطقه شرحانی عملیات محرم هست. باز امروز یه ذره بیکار شدم و گفتم بیام روی این مناطقی که مال عراق هست. اوه اوه اوه، ببینید اینجا سنگر عراقی ها بوده یا حالا ایرانی ها. بله، چقدر تسلیحات اینجا کامل و دست نخورده، جبه های مهمات، خرجه های RPG. ببینید همه اینا اینجا سالم. ببینید اینجا، ها ببینید، این همین ته خمپاره هست. اوه چقدر این مناطق، بله اینجا سیم خارداراشون، بله یه گلوله هم از ته خورده و منطقه کاملا ناجوره. اینجا هم جعبه مهمات و چقدر هم فشنگ ریخته. اوه اوه اوه، ببینید پوکه گوشگاه و جعبه مهمات، دوباره پوکه جعب مهمات، به درد نخور. و اوه 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 اوه، این دیگه چیه؟ یک عدد کلاه آهنی. چقدر فشنگ ریخته این دور. ببینید این فشنگا احتمالا مال همین شخص بوده که شلیک کرده. حالا کلاهش که اینجاست، چون اگر نیروی سالم رزمنده ای بود الان باید عقب می بود، پس کلاهش که اینجاست احتمالا مجروح شده، کلاش افتاده. و بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، این هم جاش خوبه، ببرم اشینا عقب، سنگینه. ببینید فشنگا رو، فشنگ سالم، بله نگاه کنید، فشنگ سالم از داخل اینجا من پیدا کردم، زدمش کلاش. مال این بنده خدا بوده که با این کلا. من بازم نگاه کنم، خب مسیر رو اداو، این دیگه چیه؟ خب یا RPG سالم تقریبا، ولی اینجور که اینا گذاشتنش، اینجا مال اینجا نیست. بذار ببینم این چیه. نه چرخوندیم و پاکش کردیم، روش نوشته همون ساعت موشک ضد تانک به شماره جنگی فلان. بله ببینید این مشخصه که اینجا خط پدافندی خودمون بوده. ببینید اینجا این خط رو نگاه کنید، اینجا منطقه عمومی شرحانی عملیات محرم. چقدر فشنگ و اینا اینجا سالم ریخته شده. باز ادامه بدم مسیر رو.
از تو خاک کشیدمش بیرون، زامن کامل سر جاشه، نارنجک دستی و آرم علاه جمهوری اسلامی هم ببینید روش هست کامل. مشخص اینجا خط پدافندی خودمون از این نارنجک های دستیه. این از تو خاک کشیدمش بیرون ولی خب سرش بیرون بود. حالا من میذارمش یه جایی که خطری نداشته باشه.